نام هستی جهان خدمت خانم ها و آقایان هموطنان عزیز سلام عرض میکنم این برنامه از مجموعه برنامه های اخبار ایام و گزارش های میانه است که به همت وبسایت iftv.com تهیه میشه از شما دعوت میکنم که از وبسایت iftv.com دیدن کنید در اونجا علاوه برنامه های سیاسی و اقتصادی برنامه های اجتماعی و برنامه های هم وجود داره که شما میتونید از اون برنامه ها تماشا کنید و از طریق وبسایت ما رو از نظرات خودمون بهره بند کنید همچنین از شما تقاضا میکنم که از وبسایت دیگه ای ما اخبار ایران و گزارش های خاور میانه در آدرس imnews.com دیدن کنید در اونجا مهمترین اخبار ایران و اگر کشورهای مهم خاور میانه در بخش های سیاسی، اقتصادی، حقوق بشر و مقالات تحلیلی به دو زمان فارسی و انگلیسی هر روز به روز میشه و شما میتونید با مراجعه به وبسایت از اوضاع کشور همطور خاور میانه آگاه بشید و همطوری از طریق وبسایت ما از نظرات خودتون بهره کنید امروز شنبه 18 همه مهر ماه 1394 خورشیدی مطابق با دهم ماه اکتبر سال 2015 میلادی است این برنامه به مهمترین تحولات خاورمیانه در هفته گذشته اختصاص داره قبل از که به تحولات خاورمیانه بپردازم اجازه بدید راجع به یه موضوع دیگه ای صحبت کنم و اون رو ربط بدم به اوضاع خاورمیانه و اون حمله نیروهای آمریکا به یک بیمارستان پزشکان بدون مرز در نزدیکی شهر کندوز در افغانستان بود. همونطور که ممکنه بدونید نیروهای آمریکا به این بیمارستان حمله کردن و نه نفر از پزشکان که در اینجا کار در اونجا کار میکردن از پزشکان بدون مرز در اثر این حمله کشته شدن فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه اول اعلام کرد که این حمله اشتباهی بوده و نباید صورت گرفته. بعد بعد از چند روز جنرال جان کمپل که فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان است در یک کنفرانس مطبوعاتی در پنتاگون اعلام کرد که خبر اول اشتباه نبوده بلکه به تقاضای نیروهای افغان که از شهر کندوز دفاع میکردن در برابر حملات طالبان حمله شده بوده و خب این حملات بخشش هم به بیمارستان خورده بوده امروز روز شنبه 18 مه ما پلشکان بدون مرز شواهد و قرائن بسیار قوی رو منتشر کردن که نشون میداد که نیروهای آمریکا از قصد معذرت میخوام بیمارستان رو و اونجا که اینها کار میکردن رو مورد هدف قرار دادن مهمترین دلیلی هم که برای این کار میوردن این بود که در اون مجموعه که بیمارستان در اونجا قرار داشت فقط بیمارستان بود که مورد حمله قرار گرفته بود و بقیه اون مجموعه دست نخورده باقی مونده بود و پزشکان بدون مرز به این موضوع استناد کرده و میگفتن که این حملات از قصدی بوده حالا به چه دلیل معلوم نیست ولی تعمد در کار بوده و نیروهای آمریکا راجع به موضوع حقیقت رو بیان نمیکنه خب این مثلا انکاس انعکاس خیلی وسیع داشت پرزیدنت اوباما هم در صحبتایی که چند روز پیش کردن برای اولین بار یکی از مواقع خیلی نادر که رئیس جمهور آمریکا از چنین کاری اوذخای میکنه ایشون به دلیل اتفاقی که افتاده بود اوذخای کردن ولی اوذخای ایشون و توضیحاتی که جنرال جان کمپر فرمانده نیروهای امریکا در افغانستان بود همش که عرض کردم کسی رو قانع نکرده و این موضوع همچنان مورد بحث در مطبوعات و وبسایت ها هست حالا علاوه بر اهمیت این موضوع از نظر انسانی و همینطور جنگی در افغانستان که همسایه کشور ما هست لازم بود که راجع این موضوع صحبت کنم این موضوع از یک دیدگاه دیگه هم قابل اهمیته و اون مقایسه آنچه که در افغانستان گذشته به حمله به بیمارستان با آنچه که در خاور میانه و در سوریه میگذره همطور که در برنامه های گذشته بارها و بارها به, به اون اشاره کردم مطبوعات مهم جهان از جمله مطبوعات خود اسرائیل گزارش دادن که نیروهای مسلح اسرائیل مجروحان شورشیان سوریه رو به داخل اسرائیل برده اونها رو معالجه کرده و بعد دوباره به داخل سوریه فرسته در آغاز وقتی این گزارش ها منتشر شد اسرائیل اینها رو تکذیب کرد بعد از یه مدت شواهد و قرائن اونقدر زیاد شد که اسرائیلی ها مجبور شدن قبول کنن که این کارو میکنن تا اعلام کردن که این دلیل این کار فقط دلایل انسانی داره و اینها هیچ نقشی رو, یعنی رو در یعنی هیچ موضعی رو در تعاملات سوریه نگرفتن و طرف کسی رو نگرفتن ولی گزارش هایی که مطبوعات غربی و حتی خود اسرائیل منتشر کردن مبنی بر این بود که اسرائیل فقط مجروحان جبهه نصرت که همون شاخه القاعده در سوریه باشه رو به داخل اسرائیل میبره و اونها رو به اصطلاح مداوا میکنه و بعد به داخل سوریه میبره و در نتیجه عملا در این در این راه اسرائیل با شاخه القاعده در اسرائیل در سوریه متحد شده و بنابراین این دلیلی که اینها میارن که این کمک کمانکا کمک های انسانی هست پای و اساسی نداره بدانید که اگر واقعا به دلیل انسانی بود اسرائیلیا باید مجروحان تمام طرفا رو به داخل اسرائیل می‌بردن معالجه می‌کردن و بعد اون رو دوباره به داخل اسرائیل می‌فرستادن ولی همونطور که این گزارش ها نشون میده اینطور نیست حالا شما این رو مقایسه کنید با حملات نیروهای آمریکا به بیمارستان پزشکان بدون مرز در کندوز افغانستان در اونجا ظاهرا حمله به این دلیل صورت گرفته که ممکنه یکی از مجروحان طالبان در اونجا معالجه شده باشه و به همین دلیلش حمله میشه و نه تا از پزشکان رو به قتل میرسونه در سوریه و اسرائیل نیروهای جبهه نصره به داخل اسرائیل فرستاده میشن، معالجه میشن و دوباره به داخل سوریه برگردون میشن. و جبهه نصره هم که عرض کردم شاخه ال القاعده در سوریه است. البته از موقعی که آمریکایی راجب شروع کردن راجب نیروهای معتدل، نیروهای معتدل در سوریه صحبت کردند، جبهه نصرت شاخه ال القاعده در سوریه سعی کردی خودش رو به عنوان یک نیروی معتدل معرفی کنه و اینها گفتن که ما به اصطلاح نقشی در کارهایی که داعش میکنه نداریم و حتی با داعش مخالف هستیم ولی آنچه که مسلمه اسرائیل طرف شاخه القایی در سوریه رو گرفته و این نشون میده که به اصطلاح این دوگانگی و این استاندارد دوگانه چگونه در این, راه به اجرا میاد خب این خبر خیلی مهم بود خبر دیگه طبق معمول مهمترین اخبار خبر در هفته گذشته ادامه حملات ارتش روسیه به مواضع نیروهای تروریستی در سوریه بود از جمله حمله بسیار وسیع از طرف سوریه، روسیه با موشکای کروز به داخل سوریه و موازه مواضع نیروهای شورشی صورت گرفت این موشکای کروز از ناوگان روسیه در دریای خزر به سوریه شلیک شدن وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده بود که چهار از این های کروز به اشتباه به ایران خوردن و در اونجا منفجر شدن ولی هم روسیه و هم ایران این موضوع رو تکسیب کردن گزارش هایی که مطبوعات غربی میدن مبنی بر اینه که به دلیل حملات وسیع ارتش روسیه و به خصوص بمباران شدید اون نیروهای شورشی به وحشت افتادن و بسیاری از اونها دارن از مواضع خودشون فرار میکنن و دارن مواضع خودشون رو واگذار میکنن در این حال در هفته گذشته ارتش سوریه حملات بسیار وسیعی رو در شمال سوریه بر علیه نیروهای شورشی آغاز کرده نیروهای شورشی که همون به نیروهای تروریستی باشن اعلام کردن که پیشرفت ارتش سوریه رو متوقف کردن ولی ارتش سوریه این رو تکسیب کرده و منابع خبری مختلف که من دیدم با نام روزدام های لبنانی مبنی بر اینه که ارتش سوریه همچنان به پیشرفت خودش بر علیه اینا البته به طور آهسته ادامه میده خب این موضوع اه 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 همچنان مورد بحث هست امریکایی ها هم اعلام کردن که برنامه رو که برای تعلیم نیروهای به اصطلاح معتدل در سوریه داشتن رو کنار خواهند گذاشت و متوقف خواهند کرد همونطور که در برنامه گوشه خدمت شما عرض کردم جنرال لوید آستین که فرمانده نیروهای مسلح آمریکا در خاورمیانه است و فرماندهی مرکزی که مرکزش در تامپا در شهر در فلوریدا است در مجلس سنا آمریکا گفت بود که برنامه موفقیتی نداره و پنتاگون وزارت دفاع آمریکا رسما دیروز اعلام کرد که این برنامه به طور کلی لغو شده و بودجه رو که برای این کار تعیین کرده بودن رو قراره که آمریکا خرج کمک تسلیحاتی به کردهای سوریه در سوریه در سوریه بکنه البته آقای صالح مسلم رهبر کردهای سوریه قبلا اعلام کرده بودم و من در برنامه های دو هفته گوشه خودم هم به این موضوع اشاره کردم که اینها از دخالت روسیه در سوریه حمایت میکنن آقای سالم مسلم گفته بود که ما در نهایت به دنبال این هستیم که دولت آقای بشار الاسد رو با یک دولت مردمی تر و دموکرات تر جایگزین کنیم ولی در حال حاضر اگر دولت آقای بشار الاسد سقوط کنه سقوط این دولت نه تنها فاجعه‌ای برای کل سوریه خواهد بود بلکه برای بقیه خاورمیانه هم خواهد بود که البته این نظری است که خیلی ها از جمله خود بنده داشتن که اینجا هدف حمایت از دولت آقای بشار الاسد نیست واضحه که دولت آقای بشار الاسد در آغاز تظاهراتی که بر علیه دولت ایشون انجام شد اشتباهات بسیار بزرگی رو مرتکب شد میتونیم بگیم حتی جنایاتی رو مرتکب شد که بر روی تظاهرکنندگان غیر مسلح آتش کشود ولی قدر مسلم اینه که این موضوع باعث بهانه ای شد برای کشورهای مرتجع منطقه مثل عربستان و متحدانش و همینطور غرب که به دخالت در سوریه بپردازن و کارو به اینجا بکشونن که الان کشوندن در حال حاضر با توجه به اینکه برای مردم سوریه در حال حاضر با توجه به شرایط کنونی امکان وجود نداره که یک آلترنتیوی رو برای دولت آقای بشار اسد از طریق انتخابات آزاد بر سر کار بیارن سقوط دولت آقای بشار اسد به نظر بنده و به نظر خیلی از کارشناسان مسائل میانه در حال حاضر فاجعه خواهد بود در این, این وقت سوریه به دست نیروهای تروریستی خواهد افتاد و این نیروهای تروریستی با توجه به منظرت میخوام اسلحه عظیمی که ارتش سوریه در اختیار داره و اینا به دست شورشیان بیفته اون وقت خونریزی و ویرانی هر چه بیشتر به نه تنها به بقیه خاورمیانه گسترش خواهد پیدا کرد بلکه به جای دیگه هم خواهد رفت و به همین دلیل هم, دارید هم تو که آقای سال مسلم و رهبر کورتای سوریه گفتن در حال حاضر صلاح نیست که این دولت سقوط کنه خود بنده معتقدم که آقای بشار اسد باید از حکومت کنار بره ولی نه به دلیل اینکه نیروهای تروسی در سوریه با ایشون میجنگن بلکه به این دلیل که امکان فراهم بشه که انتخابات آزاد در سوریه برگزار بشه اون وقت مردم هر کسی رو که خواستن میتونن انتخاب کنن حتی آقای بشار اسد رو اگر مردم سوریه خواستن دور انتخاب کنن آزادن که بتونن این کارو بکنن و این مردم سوریه هستن که در نهایت باید در مورد سرنوشت آقای بشار الاسد و حکومت ایشون تصمیم بگیرن ولی این شرایط مهیا نمیشه مگر اینکه نیروهای تروریستی در سوریه شکست قاطع بخورن و حامیانشون در خارج از سوریه یعنی عربستان شیخ های خلیج فارس، قر و همه اینها متوجه این موضوع بشن که سوریه راحل نظامی نداره و تنها راحلش خل اصلاح نیروهای تروریستی در سوریه و برگزاری انتخابات آزاد در سوریه است. خب ولی این موضوع با توجه به اینکه آمریکایی‌ها هنوز نتونستن تصمیم بگیرن که در برابر دخالت روسیه در سوریه چه عکس‌العملی باید نشون بدن همچنان مورد بحث محافل مهم آمریکا است. خانم کاندولیزا رایس و... که در دولت آقای جورج دبلیو بوش مشاور امنیتی ملی و وزیر خارجه بود به همراه آقای رابرت گیتس که وزیر دفاع آمریکا هم در دولت آقای بوش و هم در دوره اول آقای اوباما بود مقاله مشترکی رو روز جمعه یعنی دیروز در واشنگتن پست منتشر کردن در این مقاله خانم کاندولیزا رایس و آقای گیتس بدون که از آقای اوباما نام ببرند به شدت به دولت ایشون حمله کردند صحبتی که خانم رایس و آقای گیتس میکردن این بود که دلیلی که این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور سوریه روسیه تا موفق بوده اینه که آقای پوتین میدونه که منافع و مسائل ملی کشورش کجا قرار داره و نهایت سعی خودش هم میکنه و نقشه واضح و روشنی داره برای اینکه از این که منافع و مسائل حمایت کنه و در صورت امکان اونها رو گسترش بده اینها گفت یعنی در واقع مقصود خانم رایس و آقای ای بود که دولت آقای اوباما نمیدونه که منافع و ملی کشور چی هست و قاطعانه هم در این مورد عمل نمیکنه خانم رایس و آقای گیتس هم در مقاله خوشون قبول کردن که سوریه راحل نظامی نداره ولی صحبتی که اینها میکردن این بود که راحل دیپلماتیک بر مبنای فکس آن دی یعنی شما ببینید که حقیقت وضعیت سوریه چه خواهد بود و تعادل نیروها در سوریه به چه صورت خواهد بود و عمق وقت دیپلماتیک بر مبنای واقعیاتی که در بسرا در شرایط کنونی سوریه هست تصمیم گرفته خواهد شد واضحه که اگر دولت آقای بشار الاسد در موقعیت نیرومندتری قرار بگیره در مذاکرات صلح هم اگر قرار باشه صورت بگیره از جایگاه نیرومندتری بر خدا خواهد بود و همین موضوع باعث خشم محافل غربی و تندروهای آمریکا و همینطور خانم رایس و آقای گیت شده بود اینها هم به همین موضوع اشاره میکردن می گفتن که روسیه و متحدانشون که همه جا هر جا که میگفتن روسیه در مقاله خودشون از ایران هم نام میبردن اینها برنامه مشترک و بسیار واضحی برای حفظ قدرت حفظ نفوذشون در سوریه دارن و دارن سعی میکنند که آرایش نیروها در سوریه رو اون طور که به نفع خودشون است عوض کنن تا اینکه وقتی که به کار به مذاکرات صلح رسید و به راه حل دیپلماتیک رسید از جایگاه نیرومندتری برخوردار باشن دفتر حقوقی دکتر ندا زمان وکیل رسمی دادگاه های فدرال و کالیفرنیا آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان می باشد ما شما را از طریق ای بی تو، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه گذاری، دانشجوی و پناهندگی یاری می دهیم قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان وکیل دادگاه های امریکا تماس بگیرید. آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310 855 0992 تماس بگیرید وبسایت nedala.com به دنبال یار و دلدار زندگی خود می‌گردید ولی تا به حال او را نیافتید با مراجعه به مؤسسه همسرجون شما می توانید یار مورد علاقه خود را بیابید با بهرهگیری از مؤسسه همسر دات دیگر نیازی به خواستگاری ندارید همسر دات پل ارتباطی ایرانیان در سراسر سر جهان برای یافتن یار و همراه زندگی اگر در جستجوی یار و همسری برازنده تحصیل کرده با اصالت و همتراز مانند خودتان هستید و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید در موسسه همسرجون نامنویسی کنید تا من پروین زمانی با سالها تجربه در کار همسریابی شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم برای آغاز کار و نامنویسی به وبسایت کام مراجعه کنید سرویس مؤسسه همسرجون برای یافتن یار زندگی شما در سراسر سر جهان ارائه می شود تلفن تماس برای ایرانیان در سراسر سر جهان 818 450 6744 و تلفن ویژه ایران 0935 963 8037 یار شما در همسر دات کام منتظر شماست خب این به صلاح یکی از به صلاح صحبت هایی بود که در هفته گذشته مطرح شد آقای جان مکن سناتور جمهوری خواهی ایالت آریزونا هم که همیشه طرفدار جنگ بوده ایشون هم در صحبتایی که خوشون در که کردن هفته گذشته گفتن که در واقع دولت آقای اوباما آبروی آمریکایی ها رو برده و ایشون هم به صلاح به شدت به دخالت روسیه در سوریه حمله کردن و گفتن که روسیه به مواضع داعش در سوریه حمله نمیکنه بلکه به مواضع نیروهایی که مورد اعتماد ما هستند در سوریه حمله میکنه منتها چیزی که اینجا مطرح هست اینه که نیروهایی که مورد اعتماد آمریکا در سوریه هستند چه نیروهایی هستند آمریکاییها همیشه راجع به این صحبت کردن که در سوریه نیروهای معتدل وجود دارند ولی کسی نمیدونه این نیروهای معتدل در کجا هستند قبلا راجع به ارتش آزاد سوریه صحبت میشد ولی ارتش آزاد سوریه عملا وجود خارجی نداره نیروهای معتدل که قرار بود آمریکا تعلیم بدن بنا به اعتراف خودشون چنین نیروی معتدلی وجود نداره تعدادی هم که تعلیم دادن وقتی تعلیم گرفتن و به داخل سوریه برگشتن اسلحه خودشون تحویل جبهه نصرت و نیروهای دیگه تروریستی در سوریه دادن و بنابراین این نیروهای به اصطلاح طرفدار آمریکا یا غرب یا معتدل که در ادعا میشه در سوریه وجود دارن و آقای مکن و آقای اوباما و بقیه راجع به صحبت میکنن کجا هستن هیچ کس نمیدونه راجع به اینها هیچ کس نمیدونه که اینها کجا هستن صحبت دیگه که در هفته گذشته مطرح شد هم که عرض کردم این جریان دخالت روسیه در سوریه مورد بحث بسیار وسیع در سطح رسانه ها و اینترنت است صحبت دیگه مطرح شد مقاله بود که آقای زبگ نوبرژینسکی مشاور امنیت ملی آقای جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا مطرح کردن البته همه ما میدونیم که این سیاست دولت آقای کارتر و آقای برژینسکی بود که باعث به وجود آوردن مجاهدین افغانستان در دهه 1980 شد که این مجاهدین باید با ارتش شوروی در افغانستان و وقتی که شوروی نیروهای خودش رو از افغانستان در 1989 خارج کرد این نیروها بعدها تبدیل به بخششون تبدیل به القاعده شدن بخششون هم تبدیل به طالبان شدن که هر دو نیروهای تندروی تروریستی هستن و آقای برژینسکی با چنین سابقه ای مقاله در هفته گذشته منتشر کردن و در اون به شدت به روسیه حمله کردن و گفتن که اگر قرار بشه روسیه به اسدهای آمریکا در غرب یعنی اون نیروهایی که به اصطلاح مورد اعتماد غرب هستن در خاور میانه حمله کنه آمریکا باید تلافی کنه و جلوی روسیه وایسه یعنی آقایی که در واقع یکی از بنیانگذاران جریانهای سنی تروریستی خاورمیانه هست حالا همچنان به دنبال جنگ و حفظ اون به اصطلاح اسدها در خاورمیانه است خب این بحث همچنان همچنان ادامه داره خانم هیلاری کلینتون هم که هفته گذشته در برنامه خودم ذکر کردم ایشون گفتن که اگر ایشون هم یعنی رئیس جمهور بودن دستور ایجاد منطقه پرواز ممنوع دادند و که بتونن کمک های انسانی رو به داخل سوریه ببرن این صحبت خانم کلینتون در هفته گذشته با عکس عمل دولت آقای اوباما مواجه شد خود آقای اوباما در یک کنفرانس مطبوعاتی یا سخنرانی بود که میکردن به این صحبت خانم هیلاری کلینتون پاسخ داد ایشون گفتن که خانم هیلاری کلینتون مشغول تبلیغ برای انتخابات ریاست جمهوری هستند و بنابراین هر موضعی که بگیرن در این راستا قرار داره. ولی این فرق میکنه که ایشون در به صلاح اتاق ریاست جمهوری بشینن و با مقامات اطلاعاتی و نظامی آمریکا مذاکره کنن ایشون گفتن که خانم کلینتون وقتی, رئیس جم... وقتی که وزیر خارجه آمریکا بودن در اون اتاق به همراه آقای اوباما نشسته بودن و میدونستند که فرماندهان نظامی آمریکا و به صلاح مقامات اطلاعاتی آمریکا تحلیلشون از اوضاع خاورمیانه میانه چه... چی هست در واقع همین پامونای نظامی آمریکا و تا... به مقامات اطلاعاتی آمریکا بودند که دولت آقای اوباما رو متقاعد کردن که جنگ راه جنگ با ایران وجود نداره و بهتره که آمریکا در مورد مسئله هسته‌ای با ایران به توافق برسه چون پنتاگون وزارت دفاع آمریکا من اینو در برنامه گوش دادن برده بس قرار دادم و همینطور سیایه و سازمان‌های دیگه جاسوسی و اطلاعاتی آمریکا خانه جنگ با ایران نبودن همون نیروها احتمالاً خواهان دخالت مستقیم و به اصطلاح نیروهای نظامی آمریکا در سوریه هم نیستن و آقای اوباما در پاسخی که به خانم هیلاری دادن به همین موضوع اشاره کردن گفتن که این فرق میکنه شما وقتی در تبلیغ ریاست جمهوری هستید با اینکه شما بشینید در اتاق ریاست جمهور و در جلسه شورای امنیتی ملی و با جنرال ها و مقامات اطلاعاتی صحبت کنید این با این فرق میکنه ایشون باید بیان در اون در اونجا بشینن تا ببینن که اینها چی میگن کما اینکه ایشون در گذشته هم این رو در اونجا حضور داشتن و این صحبت ها رو شنیدن خب این بحث همچنان ادامه, داره دو موضوع مهم دیگه در هفته گذشته بالا گرفتن نزاع بین فلسطینی ها و اسرائیل در داخل اسرائیل هست در طول چند هفته گذشته حملات دو طرفانه, دو طرف دو طرفانه هم از طرف فلسطینی ها به شهروندان کلیمی اسرائیل و هم از طرف به اصطلاح شهرک نشین های اسرائیل به همطور مردم اسرائیل در داخل خود اسرائیل به فلسطینی ها صورت گرفته ارتش اسرائیل در عرض دو روز گذشته یعنی جمعه نهم اکتبر و همه امروز شنبه دهم اکتبر دوازده نفر از فلسطینی ها از جمله دو تا بچه رو کشته فلسطینی ها در برابرش با چاقو و سلاح سرد دیگه به مردم اسرائیل در جاهای مختلف حمله کردن کار اونقدر بالا گرفته که آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که قرار بود از آلمان دیدن کنند، برنامه بازی خوشون لغو کردن و در اسرائیل باقی موندن آقای بنیامین نتانیاهو همچنین دستور دادن که هیچ کدوم از معذرت میخوام از سیاست مدرمان و رهبران سیاسی اسرائیل و نماینده پارلمان حق ندارن از اماکن مقدس مسلمان در بیت مقدس دیدن کنند چرا که اینجور بازی دا باعث تحریک فلسطینی ها در قسمت شرقی بیت المقدس و بالا گرفتن نزاع بین فلسطینیا و اسرائیل شده در این حال آقای نتانیاهو تهدید کردن که شدت و خشونت بیشتری نسبت به فلسطینیا اعمال خواهند کرد و آقای موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل هم اعلام کردن که میشه تظاهر کنندگان و اونایی که سنگ پرتاب کرد، پرتاب میکنن به طرف مثلا نیروهای اسرائیل رو در جا در همون محل تظاهرات تظاهرات به قتل رسون خب این به صلاح این اوضاع او 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 کنونی فلسطین و اسرائیلی هست آقای اسمانهانیه که به صلاح نخست وزیر حماس در نوار غزه هستن هم اعلام کردن که اتفاقاتی که در کرانه غربی رود و اردن که تحت اشغال اسرائیل قرار داره و در اسرائیل هست در واقع انتفاضه سوم هست ما میدونیم که دو تا انتفاضه در گذشته صورت گرفته یکی انتفاضه بود که منجر به پیمان اسلو در 1993 شد یکم انتفاضه بود که در سال 2000 بعد از بازدید آقای اریل شارون نخست وزیر سابق اسرائیل از اماکن مقدس مسلمانان در بیت المقدس صورت گرفت آقای اسمانهانیه و برخی دیگه از رهبران فلسطینی گفتن که اتفاقاتی که در عرض چند هفته گذشته در اسرائیل و کرانه باختری اتفاق افتاده و روز به روز داره گسترش پیدا میکنه در واقع انتفاضه یا قیام سوم فلسطینیا هست که از شرایط کنونی خسته شدن و دنبال یک راه حل میکنه. خب این هم بخش مهم دیگه ای از اخبار در هفته گذشته بود و بالاخره آخرین تحولات در خاورمیانه در هفته گذشته بالا گرفتن نزاع در ترکیه و بمبگذاری در ترکیه بود همین امروز در تظاهراتی که در آنکارا برگزار شد تظاهراتی که در اون برای صلح برگزار شده بود دو تا بمب به فاصله پنج دقیقه منفجر شد و دست کم 82 نفر در این تظاهرات در آنکارا کشته شدن و 182 نفر زخمی شدن خب معلوم است که اونهایی که این کار کردن چه کسانی بودن ممکنه نیروهای تندروی اسلامی و داعش و نیروهای دیگه باشن یادمون باشه که ترکیه از آغاز منظرت میخوام جنگ سوریه از نیروهای شورشی در سوریه حمایت کرده همون که در برنامه گذشته خدمت شما عرض کردم آقای رجب طیب اردوغان نخست وزیر سابق رئیس جمهوری ترکیه در رویای این بود که نفوذ ترکیه رو در سراسر خاورمیانه به شدت افزایش بده و در واقع اون امپراتوری عثمانی رو از بچه سیاسی و اقتصادی خودش دوباره زنده کنه ولی با تبارات سوریه و اتفاقاتی که افتاده نه تنها آقای اردوغان نتونسته این کارو بکنه بلکه عملیات تروریستی به داخل خود ترکیه هم گسترش پیدا کرده در این حال حزب کارگران کردستان پی هم آتش پس خوش با دولت ترکیه لغو کرده و اینها به جنگ با ادامه میدم و, در اینا و, در واقع اوضاع ترکیه هم از لحاظ سیاسی به شدت بی و مخشوش است و معلوم نیست که ترکیه در حال حاضر با توجه به این شرایط به کجا میره آقای اردوغان به دخالت روسیه در سوریه به شدت اعتراض کرده بوده و گفته بوده که روسیه در سوریه داره مرتکب اشتباه بزرگی میشه و چون چند هواپیمای جنگنده روسیه به طور اشتباه وارد آسمان ترکیه شده بودند آقای اردوغان اعلام کردند که ما با روسیه دوست هستیم ولی این رو نمیتونیم برای مدت طولانی تحمل کنیم که جنگنده های روسیه به داخل ترکیه و به آسمان ترکیه نفوذ کنند و از پیمان و ناتو خواستن که نسبت به این موضوع عکس العمل نشون خب این مهمترین تحولاتی بود در خاورمیانه در از یک هفته گذشته اتفاق افتاد نکته مهمی رو که میخواستم خدمت شما عرض کنم این بود که یکی از بحثایی که در هفته گذشته مطرح شد در مورد دخالت روسیه در سوریه این بود که این دخالت در واقع با برنامه ریزی مشترک ایران و روسیه انجام شده و سرآغاز این برنامه مسافرت سلشکر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به به روسیه در ماه جولای بود. وقتی که ایشون در ماه جولای به روسیه مسافرت کرده بودند مقامات آمریکا به این مسافرت اعتراض کردند و گفتند که سلشکر سلیمانی هنوز تحت تحریم است و روسیه نباید که به اجازه بده به روسیه مسافرت کنه در هفته گذشته هم روزنامه وال جورنال و هم خبر گزار رویترز گزارش مفصلی رو منتشر کردند و گفتند که این دخالت روسیه در سوریه در واقع با هماهنگی بین ایران و روسیه انجام شده ایرانی ها به روسا اطلاع دادن که دولت آقای بشار اسد در موقعیت خیلی ضعیفی قرار داره و اگر کمک بهش نشه این دولت سقوط میکنه و در این منجر به هماهنگی کامل بین ایران و روسیه شد و منجر به دخالت مستقیم روسیه در سوریه شد که هم در برنامه گوشته و هم در, در, این برنامه اون رو بنده بحث قرار داد خب قبل از که از شما خداحافظی کنم اجازه بدید که به دو نکته اشاره کنم اول اینکه بعد از تقاضای ما از شما برای کمک مالی به برنامه ما چند نفر از هموطنان ما شروع کردن به برنامه ما کمک مالی کردن که ما از, از اینها بسیار سپاسگزار و ممنون هستیم از شما دعوت میکنم که اگر برنامه ما رو میپسندید و اگر برنامه ما رو دوست دارید میتونید از طرق مختلف به برنامه ما کمک کنید برنامه ما احتیاج به کمک مالی داره هزینه بسیار سنگینی رو داره و ادامه اونها مستلزم اونه که شما هموطنان به ما کمک کنید اگر صاحب مشاغل هستید و میتونید با دادن آگهی به وبسایت ما رو در تامین این مخارج کمک کنید همین برنامه خاورمیانه هفته گذشته من در عرض فقط کمتر از سه روز که روی وبسایت ما بود چهار هزار نفر از اون دیدن کرده بودن علاوه بر اون در وبسایت مختلف از اون دیدن شده و این برنامه خوشبختانه مورد توجه هموطنان قرار گرفته و اگر شما صاحب مشاغل و مثلا بیزینس های مختلف هستید میتونید با دادن آگهی به وبسایت به برنامه ما کمک کنید همچنین اگه به صفحه اول iftd.com مراجعه کنید در اونجا میبینید که یک صفحه وجود داره به نام دونیشن و با مراجعه به صفحه دونیشن میتونید ما رو از کمک های مالی خودتون بهره کنید در وان افسای رسانه کنونی در لس آنجلس که بیشتر این رسانه ها فقط بر ضد مساله و منافع ملی ایران صحبت میکنن و مخارجشون توسط بسیاری از کشورهای خارجی تامین میشه رسانه ما تنها رسانه مستقل هست که سعی میکنه اخبار رو به طور دقیق تحلیل رو به طور واقع میانه در اختیار شما قرار و اگر این رو میپسندید از شما دعوت میکنم که هم به ما کمک مالی کنید و هم دوستان خودتون رو تشویق کنید که از برنامه ما دیدن کنند و خبرهای مربوط به برنامه ما گسترش بیشتری پیدا کنند خب از اینکه وقتی از خود رو به تماشای برنامه من اختصاص دید بسیار سپاس گذارم امیدوارم تا برنامه دیگر که دارید در خدمت شما خواهم بود روز و روزگار بر شما شیرون و خوش باشید سپاس گذارم